رپ هواشی داریم. برو بریم که داشته باشیم. همونطور که در جریانی توی چند وقت گذشته مهیار از اصلی جدا شدن، با جعفری با هم رفتن راهشون ادامه بدن، ولی یک استوری گذاشت مهیار که میگه از جعفری هم جدا شده. رفقا سلام، ارادت، خیلی مخلصیم. خواستم اعلام کنم که من دیگه نه تحت لیبلیم نه با منیجری کار میکنم. برای هر نوع همکاری لطفاً با خودم در ارتباط باشین. این تنها اتفاق حول محور مهیار نبود و یک استوری گذاشت از رکورد خودش که خیلی باحال بود. تو 2 دقیقه بلیت‌های تئاترش توی یزد سولد آوت شده. 2400 تا بلیت. دمش گرم، بهش تبریک میگیم. حالا ببین اگه کنسرت رپ باشه چه اتفاقی میفته، مثلا تو ورزشگاه آزادی. به نظرتون چند دقیقه طول میکشه مثلا یا سولد آوت کنه؟ سلام به رفقای خفن من تو شهر یزد، خیلی مخلصیم. بچه‌ها دمتون گرم، من سورپرایز شدم. تو کمتر از 2 دقیقه 4 تا سان سولد آوت شد، یعنی 2400 تا بلیت فروش رفت. و داریم سعی میکنیم که سانسای بیشتری باز کنیم که بیاین دوره هم جمع شیم بتره کنیم. دمتون گرم، ارادت. بعد از اینکه آلبوم پوری پخش شد، آکیو همچین چیزی توی تلگرامش نوشت: آدم فروشی واسه کسی نون نمیکنه، ولی اگه ما رو فروختی به یکی بفروش که اگه خوردی زمین قبل ما برسه بالا سر دستتو بگیره، اگه این نشود بدون بد باختی. بعد از این پست ایلاکه که خیلی وقت مشکل خورده با پوری و استوری هایی رو تک و توک میذاره راجع به پوری و تیمش و اینا، اول یه همچین استوری گذاشت نوشت وقتشه. حالا ما نفهمیدیم وقت چیه، اما در ادامه یه سری شایعه ایجاد شد که راجع به اونا هم صحبت میکنیم. اما بعد از این استوری 2 تا استوری دیگه گذاشت. فکر نمیکنم این بنده خدای مجازی اونقدر در خودش دیده باشه که بخواد سر این حرفاش به ما بگیره. یحتمل تکذیب خواهد کرد. استوری بعدیش هم این شکلی بود: وقتی حقیقت رو نمیدونن راحت ترین کار قضاوت بی اساسه، اما حقیقت همیشه خودش رو نشون میده. حالا اون داستانی که شایعه ایجاد کرد چی بود؟ آقای سوریشی پاپولوژیس اومد یه استوری گذاشت که مال اون زمانی بود که توی پرواز به ترکیه که داشت چاقو خورده بود لبش. مشخص بود بخیه تازه بود و یک فریستایل اون موقع انجام داده بود که به اصطلاح کاردی 3 میشناسیم اونو، و از کلمه ترجیح بند استفاده کرده بود. تو این استوری داشت اونو توضیح میداد و حالا میبینیم اونو با هم. اما شایعه ای که ایجاد کرده بود این بود که احتمالاً پاپولوژیست و ایلاکه قراره با هم کار بکنن، کاردی 3 دیس پوری، و خیلی‌ها میگفتن قرار امشب بیاد، ولی خب اون شبی که قرار بود بیاد که فکر می‌کنم پریشب میشه اتفاق نیفتاد. ولی این بود ماجرا. ببینیم استوری دوکیو. اونا دکتر رپ فارسی، چون دیریل ساختیم یه ترجیبند. بچه ها ترجیبند یه سبک شعریه که غزلهای هم وزن توسط یک بیت تکراری به هم دیگه وصل میشن. 5 تا 25 بیت با یک بیت تکراری دوباره 5 تا 25 بیت. اون 5 تا 25 بیت ورس بارز، 25 بیت بارز، و اون بیت تکراری هوک یا کورس. کورس مال پاپ، هوک مال هیپ هاپ، مال رپ. آقای پیگمید مارخام، کمدین آمریکایی آفریقایی تبار، در سال 1968 اولین ورس رپ جهان رو نوشت، شعر رپ جهان رو، و اون رو از یکی از ترجیبندهای سعدی الهام گرفته بود. در نهایت منیجر هیپاپولوژیست به صحبت‌های آکیو واکنششون داد، همچین متنی نوشت: اگه آدم فروشی بده، چرا سروشو فروختی که معروف بشی؟ معروفیتتون حاصل فروختن رفیقته، چیزی که عوض داره گله نداره. حالا تو این مابینا مشکی هم یه چیزی نوشت که عجیب بود، یعنی یه جورایی به این مسئله رب داشت. شادم حالا تو ذهنش نبوده همچی چیزی، ولی اینو نوشت: اگه تو دیپلم خیانت داری، من دکترای انتقام دارم. این بود از حواشی که بین پوری و ایلاکه و بلاد به نوعی بود و حالا حاشیه‌ای که ایجاد کرد. اما یک حاشیه پر سر و صدا تر داشتیم و باز هم آدرویت و بلاد بود و مصاحبه شایان رگ که می‌خوایم جفتش بپردازیم. خیلی عجیب بود. خب برونات با شایان رگ مصاحبه کرده بود و حرفای عجیبی میزد شایان رگ. تو این مصاحبه آقای شایان رگ گفت که من بابام زندان بوده، چون مثلا توی یک کار خلافی بودن و مثلا زورگیر و فلان و اینها، اومده بیرون دوباره 2 سال پیش به جرم قتلی که تو دهه 60 اتفاق افتاده گرفتنش. ما گنگیم، آدرویت مواد فروشه، فلان، ما گنگ، من بابام زندانه، سند گنگ بودن ما. و بعد از این اومد گفت زمانی که امیر تتلو حدوداً 2 سال پیش اومد و بی احترامی کرد به مردم شمال، من هماهنگ کردم، رفتن بالا سرش، گوششو کشیدن، عذرخواهی کرد. نکته اول، اون موقع که آقای امیر تتلو بیرون بود و میتونست جوابتون رو
بده و راجع به این حواشی حرف بزنه چرا راجع به این نگفتین؟ اگر این اتفاق بود و با توجه به سیاستی که حالا من به بلاد کاری ندارم، به شایان رگ این وسط کارهایی که داره میکنه که فکر میکنم برعکس بلاد باید خیلی کنترلش کنن چون به اسم خودشون هم داره ضربه میزنه، شما که سر هر اتفاقی سری میدوی میای یه چیزی میذاری یه چیزی میگی میای شمشیر نمیدونم قمه تعزیه و اینا میگیری دستت و فلان و اینها، اون موقع شما این کار با تتلو کردی نیومدی رو کنی. الان که تتلو خبری ازش نیست و نمیتونه بیاد واکنش نشون بده تو زندانه داری راجع به این صحبت میکنی و در رابطه با اون مسئله که حالا پدرتون قاتل بوده گنگستر بوده زندانه چه ربطی به شما داره؟ یعنی الان اگه بابات گنگستره شما گنگستری چه ربطی داره؟ بعد شما یک پدر گنگستری داری که به خاطر اینکه خانواده‌شو بگردونه و بیاره بالا و افتخار کنه به بچه‌هاش و این داستان‌ها که مرد برآورده، صبح زور شب داری فوش خارمادر می‌خوری طرف تکون نمی‌خوره. یعنی آدروید صبح زور شب داره به شما فوش میده هیچ اتفاقی نمی‌افته، بعد شما فرستادین استانبول که تهرانه چجوریه؟ یعنی من نمی‌دونم، یعنی تتلو رو شما این کارو کردید و بچه یک آدم خلافی هستید و گنگستری هستید ولی به راحتی به خانواده شما داره بی‌احترامی میشه. معمولاً توی خانواده‌ای که گنگستر لات لوتیه و این داستان‌ها این هست که به خانواده نباید بی‌احترامی بشه. مهمترین چیزه فامیلی فرست که میگه چجوریه پس این فامیلی فرست کجاست پس؟ یعنی توهین کنن اینا نمیدونم و هیچ ربطی هم نداره. یعنی بابات اینجوری بوده چه ربطی داره؟ کورپوریشنی بوده بابات دون یه محله‌ای بوده رفته تو گفته پسرم بیا بگیر دستت همه قدرت‌ها رو گذاشته زیر دستت الان، یعنی مثلا مایکل کورلونه الان اصلا چه ربطی داره؟ چه حرفایی میزنید؟ من خنده میرفت و چهارک که راجب این داستان رو صحبت میکرد و حالا در شهر نشون دادن و اینا نمیدونم، من مصاحبه رو کامل ندیدم، بعضی جا شنیدم این حرفا رو میزنه، حالا اون تیکای راجب تتل و اینا هایلایت هاش که پره و اینا رو دیدیم، ولی اینو میگفت من یاد این بابا افتادم. یعنی حس میکنم این بوده بالای 20 بار به گفته خودشون دستگیر شدن و ادعا میکنن هر ماشین رو میتونن به سرقت ببرن، هر ماشینی. بله چطور؟ ماشینی که خوشم بیاد تو خیابون ببینم میارمش، کیلش دار باشه خیلی دیگه مثلا چیز باشه جسقی نمیذارم میاد میزنه میاد. بی اعترامی نباشه، یکم شبیهن مدل حرف زدنه. این مسابقه به کنار، خب دیدیم توی آهنگ آخرش سروشی پابلوجیست که بلاد پارتی بود یه تیکه رو انداخته بودن که فقط اون خپل بودنش نقطه مشترک با آدرویت بود و آدرویت اینو به خودش گرفت 31 وایس داد. وایسا رو نمیذاریم به دو دلیل، یکی اینکه 32 دقیقه است تقریبا، 30 تا وایس بعضیش 2 دقیقه یه بعضیش الا 50 ثانیه اینا، و دوم خیلی هاتون هی میگفتید که آقا نذار وایسا رو چون همش هم فوش و اینا، خیلی کامنت میگرفتیم که وایسا آدرویت مثلا اینجوری کامل اینا نذار، توضیح میدیم راجبش صحبت میکنیم. 30 دقیقه اومد وایس داد، هم به شانرگ گرفت هم فوش خوار مادر کلی داد به همه اعضای بلاد و چرا رومن گرفتید و ویناک میومد پیش ما و ما بهش یاد دادیم و کلا این داستانا، هر تجربه خلاف اولی که داشته رو با ما دیده، مامانش میومد دم میتینگ دست اینو میذاشت تو دست ما که ما حواسمون به این باشه، و حتی افسانه ها میگن اولین کلتی هم که خریده ویناک مثل که آدرویت واسش برده، نمیدونم افسانه ها میگن خودشون بهتر میدونن. همینجوری ادامه داد و فوش میداد و اینا، دو تا فوش جدید من یاد گرفتم تو این 32 دقیقه که دهنم سرویس شد وایسا رو گوش بدم ببینم چی داره میگه. یکی از این فوشا قاشق کثیف بود و اون یکی خیارشور نصفه که خطاب به کاگان میگفت و کاگان هم حالا از اون ور اومد، اول یه حالت اون سوتی میشد گفت یا لفظی که حالا پوریا آدرویت اومده بود که بزنید همه چیو بگاید و یه تیکم تاش به خودش مینداخت، از اون استفاده کرد و پوریا آدرویت معتقده که سوریشی پابلوجیست داره به سمت فید شدن میره و میخوان امتیاز بگیرن از آدرویت، و این وسطا به این مصاحبه شانرگ اشاره کرد و گفتش که خیلی باحاله که انقدر صداقت داره اینو میگه پوری آدرویت، که گفت من پیام دادم به برونات گفتم اونو بیار پایین مصاحبهشو با من مصاحبه کن من درستشو بگم. یعنی چی دادش من؟ یعنی تو اگه میخوای با من مصاحبه کنی نباید مثلا با فلانی مصاحبه کنی، بیا سایت بگیریم، خودت هم داری اینو میگی، یعنی دو روز دیگه یا شاید هم از قدیم بوده چون یه سری اتفاقا داره میفته چند سالی هست سایت بازی اینا، با من مصاحبه کن تو ریاکشنای من خوب بگو کپی رایتتو برمی‌داریم اینا، از اون
اون بد بگو، با اون کار نکن، سمتش نرو، اینا یعنی چی؟ تریبون داره طرف وظیفه داره سوال بپرسه، طرف داره جواب میده، مردم نتیجه گیری میکنن. حالا یکی تو مصاحبهش فقط شنونده است، یکی دنبال گیر دادنه مثل من. یعنی چی شد؟ یه گیری بدیم، یه گیری ندیم، یه کاری بکنیم، یه بالایی بکنیم، یه پایینی بکنیم. از اون ورم که مصاحبه معمولا چون جایی نیست، استودیویی نیست که آرتیسته یا هر چه شخصی هست که میخواد حرف بزنه بره اونجا و خود بچه‌ای که دارن مصاحبه اونا رو درست میکنن ویدیوشو گرفته باشن، یعنی مصاحبه اینترنتی معمولا، بعضی وقتا نمیشه همه چیو گفت. چرا؟ چون ممکنه طرف اونو نفرسته فایل رو، شما 2 ساعت 3 ساعت وقتتو میذاری فایل رو نمیفرسته و تاش تایمت هدر رفته. ولی این خیلی عجیبه، اونو بیار پایین با من مصاحبه کن. خب اون اونجا هست، یه تریبون، شما هم برو حرفتو بزن. مردم قاضی چرا اون بعد بیاد پایین؟ چه جوری هستن؟ سایت بازی هستن؟ یعنی چی؟ بعد انقدر مستقیمم خودت داری میگی من گفتم اونو بیار پایین؟ چرا؟ اتفاقا به نظر من وقتی یه شخصی میاد همچین مصاحبه ای داره میکنه، من نمیدونم شان رگ به چهرهش میخوره، حداقل 30 داره، نمیدونم حالا چند سالشه چه جوری اینا، ولی مدل حرف زدن و رفتار و فلکسای بچه دبیرستانیه و خب این قشنگ مشخص میکنه بازیو. اتفاقا به نظر من مصاحبه خیلی وقتا حتی اگر کسی که داره مصاحبه میکنه خیلی هارش نباشه، خیلی دنبال سوتی و گیر دادن نباشه، یه سری چیزا معلوم میشه و اون اکتی که طرف داره، صحبتایی که داره میکنه، موضوعایی که بهش اشاره میکنه با افتخار و فلکس و اینا، این مشخص میکنه. یعنی چهرهش تو عموم مردم میتونه تغییر بکنه، حالا اونایی که میبیننش، اونایی که به هر حال اسمش رو شنیدن، هر چیزی، و این اتفاقا باید باشه. و تریبون آزاد یعنی همین، میخوای حرف بزنی تریبون هست بیا، کی هستی این تو متوجه میشیم کی هستی تو این مصاحبه، بالا بیار پایین بیار اینا چی. حالا اینو بذاریم کنار کلن و اکثر اون قسمت حالا وایس آدروید فوش و اینا بود، خیلی جای نداشت بهش اشاره کنیم. پوری آدروید هم وایسش واقعا بعضی تیکایی که میندازه، بعضی موضوعایی که اشاره میکنه همون تو همون رده، یعنی واقعا من یاد دعوای دوران مدرسه و اینا میافتم و 100 بارم تو این حواشی قبلی گفتیم خیلی هم داره کش میاد این داستان. آقا همو نمیزنید اوکی، پایید من اوکی بکنم برید تورینگ همو بزنید، همه کاراشو من میکنم، برید تورینگ همو بزنید، نه چاقو است نه هیچی، کسی هم قرار نیست بمیره، کلاه و دستکش هم داشته باشید، کاراشو بکنم میرید این تموم شه، خدا وکیلی. خیلی چهره بیریختی داره میگیره رپ فارسی، واقعا داره بیریخت میشه. و در رابطه با همین موضوع سیجل یه استوری گذاشت، یه موقع رپ و رپرا شیک بودن، امروز آرتیستای پاپ واقعا سرن. خوشحالم، خودم و همیشه آرتیست میدونستم نه یه رپر، واقعا اصلا من نمیدونم، یعنی الان رد میشیم رندوم میپرسیم یا میبینیم توی اکسپلور بعضی حرفا رو، بعضی مسائل و اینجوریه که بابا اینا اصلا دارن چیکار میکنن. تا دیروز میومدم میگفتن رپ فارسی داره خراب میکنه، شیطان پرستیه اینا، این اکتا این رفتارا نبود. یعنی الان حتی مدرک میتونن داشته باشن که ببین یاری داره چی میگه، اینا رو نگاه کن چه جوریان، لب و دهنن فقط، اینا الان همه فکته میدونی؟ نه اینکه کلیت بازی ها، ولی یه بخش زیادی و داره بازخورد و توجه هم میگیره. تش قراره چی بشه؟ مثلا حالا 6 ماهای فوش خواهر مادر به هم اینا بدیم بالا پایین 10K بره مثلا روی ویومون و فالوورمون و اینا، آخر این قراره چی بشه؟ و اون مسیری که دارید میبرید جلو، اسمی که دارید میسازید، اسمی که رو این بازی دارید میذارید، صفتایی که دارین به این بازی اضافه میکنید. خیلی راجع به اینا صحبت کردم، نمیخوام دیگه بگم، بی خیال. اگه پایه‌اید میدونم دو طرف از دو گروه میبینن اینو، هماهنگیاشو بکنیم، هم ترکیه هم ایران هست، همه کاراشو من میکنم، از اسپانسر بگیر اینا، تورینگ همو بزنید، این معلوم میشه دیگه کی خفن تره دیگه، تو محل فلان مهمان اینا، احتمال مرگ و اینا، احتمال مرگ اینجا خیلی کم تره. بچینیم پایید، بچینیم این چیزا رو هم نره بابا، بی خیال بابا، احترام. خلاصه این از این داستان. نکته آخر، وقتی هی میگید فامیلی فرست فامیلی فرست، پس احترام فامیلی رو باید نگه دارید، حتی فامیلی بقیه. وقتی فامیلی فرسته و این قانون اوله، احترام به خانواده که خارج از این داستانه و ایناست، خیلی هم دارن میگن فقط گفتنه نیست، رایم زدنه نیست، این رفتارا هم هست. یعنی شما وقتی راحت به خواهر و مادر همه فوش میدی، پس این فامیلی فرسته که گوش ذهنت بود کو. خلاصه دمتون گرم، مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم لذت برده بوده باشید، تا ویدیو بعدی، سی و سو.